موضوع حجاب و رعایت نکردن اون توسط بخش‌های از مردم و اصرار حکومت برای تداوم اعمال حجاب اجباری موضوعیه که به گفته یک نماینده پوفیوز پس از تعطیلات نوروزی در مجلس پیگیری میشه اتفاقی که با توجه به ایده هایی که در چند وقت اخیر مطرح شده پیش بینی میشه باعث تصویب طرحهایی بشه که واکنش برانگیز خواهد بود امان الله حسین پور رئیس کثیف مجمع نمایندگان خراسان شمالی توی مجلس در این رابطه گفته مجلس دو روی کرد برای قانون گذاری در حوزه افاف و هجاب داره اما تا کنون طرح رسمی به مجلس نیومده اما پس از تعطیلات به این بحث ورود خواهیم داشت در واکنش به عراجیف این پایگاه خبری جماران از روی کرد نماینده های بی سواد انتقاد کرده و نوشته در روزهایی که گرونی کمر شکن شده قیمت دلار لحظه ای بالا و پایین میره خرید مسکن و خودرو تبدیل به رویا شده و از همه مهمتر امید اجتماعی و اعتماد به حاکمیت روز به روز آب میره هستن سیاسیونی که در عالمی دیگر سیر میکنن و هم مقام اونها چیزی جز محدودیت سازی نیست فرقی نمیکنه موضوع محدود کردن اینترنت و فضای مجازی باشه یا برخورد سلبی با بیهجابی به نوشته وبسایت جماران طرح سیانت و طرح حجاب و افاف دقدقه اصلی طیفی از نماینده های طویله شده که با اندک موشکافی میشه خط و ربط سیاسی اونها به نوع اصولگرایان و طیف تون رو یا همون جبهه پایداری رو ردیابی کرد این رسانه ی وابسته به نشر آثار آخوند خمینی گور به گور شده که از بودجه عمومی ارتزاق میکنه از حرکت خزنده جریانات داخل مجلس خبر داده و نوشته اعتراضات مردمی بعد از فوت محساهمینی امینی که از اواخر شهری ماه کلید خورد فضا را به سمت فیلترینگ سفت و سخت از سوی دولت برد تا اجرای طرح سیانت آنگونه که پایدارچی ها به دنبال اون بودن کم کم در چنین فضایی کلید بخوره. به نوشته این رسانه افزایش قیمت اینترنت، کاهش شدید سرعت اینترنت و در نهایت فیلتر برخی شبکه اجتماعی طی چند ماه اخیر از نگاه بسیاری پازل ها همون طرح سیانت که مسکوت مونده اما یکی بعد از دیگری چیده میشن. از نگاه این رسانه صحبت های حسین جلالی که مسئول دفتر مصباح یزده هم بوده مبنی بر جریمه بیهجابی تا سه میلیارد تومان در ادامه صحبت های چند ماه قبل اون در قومه که گفته بود از اینه یه بد هجابی و بی هجابی رو بالا میبریم و به نظر میرسه این طرح همون طرحی باشه که وعده اون رو مرتزا آقا تهرانی پوفیوس تو اسفند سال گذشته در تحسن جلوی مجلس داده بود. آقا تهرانی حرومزاده از چهره های شناخته شده جریان سیاسی پایداری در اون تحصان گفته بود مجلس پیگیر موضوع هجابه و این مسائل جز دقدقه های ماست و در حال چیدن برنامه های در این رابطه هستیم. نگاه زن ستیزانه اما تو بخش های مختلف حکومت جاریه و در آخرین مورد عبالغاسم دولابی عضو مجلس طویله خبرگان گفته اگر زنها در تأمین مالی و خانواده مستقل عمل کنند، تقیان در خانواده شکل می گیره. این اتفاق هم درس عبرتی شد برای هر کسی که تو پوشش و هجاب زنها دخالت کنه. کتک خوردن بسیجی فضول توسط دخترا این هر ها رو وسط خیابون لباساشو در آوردن تا این باشه که دیگه به هجاب کسی گیر بده. کار درست همینه. هر کی بهتون گیر داد بریزین لباسای خودشو درارین. با وجود آغاز دومین هفته از تعطیلات نوروزی در ایران همچنان تجمعات اعتراضی برقراره و طی اون برخی کارگران و کشاورزان در استانهای خوزستان و فارس در اعتراض به وضعیت خود تجمع کردند. منابع خبری در ایران گزارش دادند که کارگران منطقه هفتپه خوزستان در اعتراض به مصوبه دستمزد و همچنین خواستهای زمین مونده از جمله بازگشت به کار اسماعیل بخشی نماینده کارگران و تغییر نکردن قرارداد کارگران فصلی مقابل ساختمان مدیریت مجموعه نشکر دست به تجمع اعتراضی زدند بر این اساس کارگران شعارهای از جمله کارگر ایرانی اتحاد اتحاد کارگر میمیرد ذلت نمیپذیرد و مرگ بر ستمگر درود بر کارگر در طول تجمع اعتراضی خود دادند نهاد دولتی شورای عالی کار در آخرین روز سال 1401 بعد از نزدیک شدن به 7 ساعت جلسه در ساعت 1 و 29 دقیقه بامداد با 29 اسفن به وقت تهران در مورد حداقل دستمزد کارگران در سال 1402 به توافق رسید. بر اساس تصمیم این شورا حداقل دستمزد کارگران برای حداقل بگیران 27 درصد و برای سایر سطوح 21 درصد افزایش پیدا کرده. این افزایش در حال صورت گرفته که پیش بینی کارشناسان از تورم اقتصادی در 1402 تورم بالای 40 درصد این میزان حقوق حداقل حد دستمزد تعیین شده از نظر برخی فعالان کارگری بسیار ناچیز و دارای اختلاف فراوان با سطح تورم در جامعه است برابر با قانون کار حداقل حد دستمزد کارگران باید بر مبنای نرخ تورم و سبد معیشتی خانوارها محاسبه بشه از سوی دیگر چهارشنبه تصاویر از حضور کشاورزان مروردشتی در استان فارس هم روبروی فرمانداری این شهرستان منتشر شده بود که در اون تجمع کنندگان نسبت به مشکلات خود معترض و خواهان پیگیری اون بودند طبق گزارش ها اعتراضات این کشاورزان به این موضوع که چرا اداره آب مرفدش حاضر نیست آب صد را برای اونها باز کنه تا محصولات کشاورزا در پی بی آبی خشک نشه و از بین نره. در حالی که مقامات ارشد جمهوری اسلامی تاکید بر افزایش جمعیت دارند و طرحهای مختلفی برای ترغیب مردم به فرزندآوری به اجرا گذاشتن یافته های برخی مطالعه حکایت از اون داره که نیاز غذایی جمعیت ایران از ظرفیت منابع آب موجود فراتر رفته این آخوند بی سواد هفت سبه برنامه هم نداره چه برسه هفتاد هزار صفحه مهدی پازوکی اقتصاددان در گفتگو با سایت اقتصاد در آشفت بازار دولت رئیسی رو جهالت اقتصادی عنوان کرده و اظهار داشت دولت رئیسی هفت صفحه برنامه هم نداره چه برسه به هفتاد هزار صفحه وی به بنبست کامل نظام در عرصه های مختلف وضعیت کنونی اشاره میکنه و با انتقاد از اختصاص دادن بودجه کلان به نهادهای انقلابی که همون نکات های سرکوبه گفت در ابتدا باید به این موضوع اشاره کنم که سال 1402 مانند سال 1401 قرار نیست اتفاق خاصی رخ بده چرا که بودجه پیش نهادهای دولتی به ویژه نهادهای انقلابی بین 35 تا 45 درصد زیاد شده وی در بخش دیگری در مورد سیاست خارجی نظام هم گفت یکی از مشکلات این بوده که سیاست خارجی این دولت روشن نیست اینکه میخواد با دنیا در تعامل باشه یا تقابل مشخص نیست البته هیچ یک از سیاست های اونها هم تا کنون با تعامل نبوده وی در ادامه به ماهیت حکمرانی هزار فامیل در نظام مافیایی خامنه ی زهاک اشاره میکنه و میگه تو تمام دنیا نظام حکمرانی بر اساس تدبیر امور یعنی تلاش میکنن برای اداره کشور بهترین نیروهای متخصص رو به کار بگیرن اما تو جمهوری اسلامی انتخابات پیشتر بر اساس گروه و قبیله و بر اساس استعداد و دانش و توانایی نیست